اوکی خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرسی از اینکه اومدین و خیلی خوشحالم که میتونیم با هم دیگه گپ بزنیم راجع به سی وی هایی که برام فرستادین. حالا من یه نگاهی کردم، خیلی همه سی وی ها خفن بودن و امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی هم بگیریم پایان کار و حالا اپلای که میکنی اون چیزی که دوست داریم بشه. خیلی خوب، به ترتیب بریم شروع کنیم و سیویا رو بررسی کنیم. من خیلی صحبت نمی کنم. ویدیویی که الان دارم ریکورد می کنم به دستتون می رسونم حتما ماکسیموم تا 2 روز دیگه و اینکه همین دیگه. شما اگه چیزی یاد می گیرین از این وبینارها، از این کارگاه ها، لطفا چه الان که دارین اپلای می کنیم و چه وقتی که پذیرش گرفتیم به بچه های دیگه یاد بدین و بذارین که این چرخه ادامه پیدا بکنه. خب بریم به ترتیب. من میگم یه سری از بچه ها اینجا نیستن. ناهید که نیستش، آرزو نیستش، علی رضا هستش. خب بریم سراغ سی وی علی رضا. من به ترتیب تایم گذاشتم راستی. اوکی خب لوکیشن نیاز نیست بنویسی، جیمیلت رو گذاشتی، شماره لینکدین هم که هایپر لینک از من دیگه. بعد اگه که پیپر داری یا گیتاب داری اینجا هم میتونی اد بکنی. اوکی هم رشته ای بایومدیکال انجینیرینگ ایران فرست ایمان among all students. من از درمه کنم مبهمه all students BME یا all students دانشگاه. اینو به نظرم مثلا میتونیم بگی که مثلا میتونیم بگی بیگمی هایی که مثلا همون ورودی بودن، مثلا ورودی 2020 بودن. به نظرم میتونیم واضح تر بنویسی و تیزز ادوایزر. اوکی بچلر بچلر تو مثلا 3.9 بنویسی کافیه. 3.9 خیلی خوبه، نمیخواد دوتن 945 هزارم. خب فرست لنگ ما کالستین دوباره اینم به نظر میکنم واضحه. کپستون پراجکت ادوایزر بسیار عالی. خب ریسرچ اینترست ها. خب من مثلا با این سیوی خیلی حاکی هم شده، این هم فرمت سیوی خودم من خیلی دوستش دارم. این مدلی که اول ایژوکیشن میاد، بعد ریسرچ اینترست ها میاد، بعد ریسرچ اکسپریانسز ها میاد، بعد پابلیکیشن ها، بعد اکادمیک پروژکتس، بعد آنرز اوارد، تیچینگ اکسپریانسز. حالا مثلا این الان بهت میگم که میتونی بیاری بالا. اسکیلا هستن که حتی اسکیلا رو هم میتونی بیاری بالاتر. آنلاین کورسز من بودم نمی نوشتم آنلاین، نوشتم کورسز هم ورکشاپس رفرنسز هم که آفرین اونم قشنگ نوشتی. ولی اگه بخوای هم مثلا میتونی بنویسی واسه اون استادایی که بهت گفتن که بفرست. من حالا چشم اینجا رو گرفت سری، ولی خب از اول دوباره میریم references further information. چرا افش بزرگه آیش کوچیکه؟ and proofs پیش چرا بزرگه و available چرا کوچیکه؟ یعنی اینا رو نیازیست بزرگ بنویسی اگه قراره که یه سری کپیتال، این باید اینا پیوستگی داشته باشن دیگه. اگه قراره یه سری کپیتال باشن، یعنی همه حرف کلمات اصلی کپیتال باشن و همش رو کپیتال بنویسیم، نه اینکه یه سریش رو کپیتال بنویسیم. پس اینو به نظرم درست کن. بریم از اول دوباره. خب توی ریسرچ اینترست ها بودیم، خیلی عالی. توی ریسرچ اینترست ها نکته ای که من هر دفعه بچه ها میگم اینه که مثلا ممکنه که شما خیلی واید باشه علاقتون. حالا کسایی که ارشد دارن نه، ولی کسایی که بچلر دارن احتمالا هنوز دقیقا نمیدونم میخوام رو چی فوکس کنم. مثلا طرف میگه میخوام رو AI کار کنم، حالا AI خودش کلی شاخه داره، مثلا انرژی میتونه باشه، ایمیج میتونه باشه، بحث کامپیوتر ویژن میتونه باشه و همه اینا. برای همینم اگه که به همشون علاقه مند هستین، واسه هر استادی که دارین اپلای میکنین این ریسرچ اینترست رو یکم جابجا کنین. این اوکی، کاملا نگرانش نباشین. یکم باید دقت کنین، یه جوری به استاد اپروچ بکنین که فکر کنه که شما بهترین استادی هست، بهترین دانشجویی هستین که میتونه پیدا بکنه و بهترین مچ همدیگه هستین. اونم که خیلی خوب بود. من معمولا بعد از ریسرچ اینترست ها اسکیلز میارم. چرا؟ به این دلیل که کلا شما دارین داستان تعریف میکنین. مثلا میگه که من
کسی هستم که این ادویکیشن رو داره. من این علاقه ها رو دارم واسه ریسرچ که میخوام انجام بدم در آینده. برای این علاقه ها این مهارت ها رو دارم. حالا چجوری ثابت میکنم که این مهارت ها رو دارم؟ بر اساس اکسپریانسی که داشتم. چه اکسپریانسی؟ یه سری ریسرچ اکسپریانس داشتیم که در واقع حالا مثلا اینجا ریسرچ اسیستنت بوده که راجع به هر کدوم از اکسپریانسز ها هم همونطور که میبینیم توضیح مینویسیم، مثلا میگیم که این کار رو انجام به صورت بولت مارک، نه به صورت داستان مثلا چند پاراگرافه. و حالا سوپروایزر رو میتونیم بنویسیم، تاریخش هم که نوشتین و خیلی عالی. و لوکیشن، اینجا لوکیشنش رو، آها همش واسه اینجا بوده. اوکی. و پابلیکیشن ها، خب پابلیکیشن ها یه کار قشنگی که انجام میدیم اینه که اگه ما پیپر چاپ شده نداریم ولی داریم رو پیپری کار میکنیم، اسمش رو میاریم و نهایتا اینجا می نویسیم under preparation. داریم روش کار میکنیم، داریم می نویسیمش. ولی چجوری می نویسیم که قشنگ باشه؟ قشنگ مثل یک پیپر کلی. اسما رو می نویسیم به ترتیب، اسم خودمون رو بولد میکنیم. حالا هر جورنالی یک فرمت داره، مثلا بعضی اینطوریه که اسم first name حرف اولشه، یه دات داره و مثلا باقری مثلا علی رضا مثلا ای دات فلان. ولی خب خیلی فرقی نمیکنه، اسم خودتونم بولد میکنین هر جای ترتیب که هستش. بعد اسم پیپر رو تا جایی که فکر میکنین درسته مینویسین، چون تش احتمالا اسم عوض میشه. و هم مینویسین under preparation. اگر مثلا under review مینویسین under review. حتی این preparation فکر کنم درسته، ولی حالا شاید under preparation درسته، من خیلی شاید ندونم. تاریخش هم میتونین اد بکنیم، مثلا نویسی الان 2023، مثلا نویسی فال 2023. اوکی. خب بعد اکادمیک پراجکت، خب توی پراجکت یه کاری که میتونین انجام بدین اینه که اگه که حالا مثلا یک وبسایتی هست واسه اون پروژه که انجام دادین، یا مثلا سایتی که کدتون رو گذاشتین اگه برنامه‌نویسی داشته، به گیت هاب میتونین هایپر لینک بکنین که به اون باز بشه. نکته بعدی اینه که اگه که مثلا اینو گرفتم، اگه مثلا بنویسی سال به سال، اینجا هم بنویس سال به سال، ننویسی یه سپتامبر. اگه بنویسی ماه به ماه، اینجا هم ماه رو بنویس، ننویس مثلا یه سال، چون که اینا پیوستگی ندارن. توصیه من اینه که ماه به ماه بنویسی، چون خیلی مثلا راحت تره. ولی اگه دقیق نمیدونی لاقل فصل به فصل، مثلا همون وینتر فال فلان. معمولا خب ماها بشرمون رو که از سپتامبر شروع کردیم یا حالا آگست تا مثلا جون جولای. مثلا یه نکته Honors Award named as member of France. من Honors Award رو خیلی حساسم و به نظرم خیلی مهمه که اون جایی که به شما این Honors رو داده رو منشن کنیم، مثل وقتی که داریم مثلا پراجکتتون رو می نویسیم که مثلا کدوم مرکز بود که اینو به شما اهدا کرد. مثلا Distinguished Postgraduate Student دانشگاه بوده دیگه، اینو مثلا مثلا من بنویس. یا اگه کشوری بوده بنویس، نشنالی بوده چیزی بوده. Full tuition fee waiver from Iran University. خب معمولا ما تو ایران که درس میخونیم ویور داریم دیگه. اگه که دستاوردهای دیگه ای داری به نظر من اینو میتونید ننویسین، چون که فقط جا میگیره. بعد این هم که همه میتونن تقریبا بنویسن. پس ایرانیان یونیورسیتی انترنس اگزم فور بچلر، همون کنکوره. این هم همینطور به نظرم میتونی ننویسی، چون که اکثریت اون ویبره رو داشتیم. بعد مثلا به نظر من وقتی اکسپریانس می نویسی، مثلا به نویس اکسپریانسز، حالا ریسرچ اکسپریانسز و تیچینگ اکسپریانسز، نه اینه کنار هم دیگه باشن. بعد تی ایات هم میتونی بالا بیاری در کنار همونه که بودی. بعد اسم این استادا هم مثلا میتونی در کنارش بیاری، مثلا بنویسی حالا هر چی خودتون میدونین، یعنی کاملا اینا سلیقه‌ایه. ولی مثلا تیچینگ اسیستنت، بعد برین کامپیوتر اینترفیسز، حالا اسم این
استادی که بودن هم اینجا می نویسی همینجا، این توی یه خط بشه، بعد مثلا میتونی شرح وظایفت هم بنویسی، مثلا گریت میکردی، بعد چه میدونم لب تی ای بودی یا حالا هر تی ای دیگه که بودی. اسکیلا هم که گفتم، بعد سافتور خوبه، خیلی خوبه. اینم حالا یه نکته دیگه بگم، که اگه مثلا آزمون زبانتون رو ندادید و میخواین منشن کنید، نویسید مثلا تافل یا آیلتس will be taken soon، همونجور که علیرضا نوشته. آها، مثلا یه چیزی که خیلی قشنگه و بد نیست که بنویسین توی بحث سافت اسکیلا، پرابلم سالوینگ خیلی براشون مهمه، کریتیکال تینکینگ، تفکر نقاد، و اینا هم که بقیهش تیم ورک هم که خیلی مهمه. اینا خیلی سای قشنگی، اگه رشتتون برشته یا ایرزا میخواه هم داره کپی کنید. خب بعد کورسز و ورکشاپس، اگه این استر میکنم استر دیگه، بعد راجع به اینا هم مثلا میتونی یه توضیح بنویسی، حالا ضرر نداره. و مثلا اگه که این حالا ورکشاپ رو از University of Cambridge گرفتی، خب مثلا اگه وبسایتی بوده دیگه که حالا مثلا میخواد کورسرا باشه مثل این پایینیه که نوشتی، یا مثلا میخواد یه جایی باشه که متفاوت تره، ولی خب اینا رو میتونی منشن بکن. یکی از بچه ها ویدیوش بازه، رایکا، و الان خواستم فقط نوتیس بدم که اوکی، مرسی. خب پس اینو هم از این، و خیلی عالیه، شما که قطعا موفق میشین. من آرزو موفقیت دیگه نمی کنم. ببخشید بله صدام هست. بله بله مرسی بابت بررسیتون. اون قسمت ورکشاپ یه دونش یه دونه بود، تعداد آها ورکشاپ هایی که اونجا نوشتم واسه همون اثر رو نذاشتم. اوکی. بعد خود همین متنش هم لینک کردم، حالا آها، لازمه که آندرلاین باشه؟ نمیدونم. نه لازم نیست، من چون توی یه اپ دیگه باز کردم، چون پی دی اف ریدر نیستش، احتمالا با سر من متوجه نشدم. ولی نه، اگه که هایپر لینک کردی اوکیه، اینم که قطعا وبسایتش دیگه مثل همونی که مثلا برای چیز بود. ولی خب مثلا آها، این ورکشاپ هست درسته؟ بله آره بله نه اوکیه، مشخصه. آره خیلی عالی. بعد یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم. به نظرتون حالا با این محتوای رزومه چه رنگ دانشگاههایی رو میشه تارگت کرد؟ والا خیلی شانسیه، یعنی اصلا این طور نیست مثلا بگیم که حتما این رنگ تا این رنگ اوکیه. من میگم من خودم از مکمستر ریجکت شدم، بعد یو آفتی پذیرش گرفتم. ولی به نظرم خیلی بستگی داره به اینکه آیا این پیپرهایی که گفتین این پرپ هستن چاپ میشن مثلا تا یه چند ماه دیگه، یا شرایطشون تغییر میکنه یا نه. چون شما مستر دارین و معمولا توقع از دانشجوی مستر این هستش که پیپر داشته باشه، ولی به نظر من ریسرچ اکسپریانستون و حالا بحث پروژکتی که داشتیم، پروژکت های خوبی بودن و کار زیاد کردیم، و احتمالا توجه به اینکه مثلا با آقای وحید خیلی کار کردیم، با استاد وحید خیلی کار کردیم، بهتون ریکامندیشن خوبی هم میدن. برای همینم کاملا شانسیه. من پیشنهادی که دارم اینه که شما موقع ایمیل زدن به همه ایمیل بزنید، خصوصا رنگ های زیر 50، به خاطر اینکه ما فکر میکنیم که ممکنه کوالیفاید نباشیم، مثلا اپروچ نمیکنیم بهشون. و ولی موقع اپلای کردن، حالا به توجه به جواب هایی گرفتی، مثلا بین دانشگاه های رنک خوب، مثلا رنک 1 تا 70، شما به 3 تا دانشگاه مثلا میتونید اپلای بکنید، 2 تا دانشگاه اپلای بکنید. بین دانشگاه های بین 70 تا 100 و مثلا 60-70، یعنی 100 تا دانشگاهی که این وسط هستن، به نظرم به 100 دانشگاه اپلای بکنید. دانشگاهی که تا 400 میرن هم 2 تا دانشگاه اپلای بکنید، به خاطر اینکه بالاخره بعد ورست کیس داشته باشین، چون هدف یه جورایی خروج از اون از پاسیبله، چون بعدش میتونید ترانسفر بکنید. ولی میگم کاملا شانسیه.
موقع مکاتبه شما صرفا به همه ایمیل بزنید، حالا هر کدوم که بهتون یه آفر پیشنهادی دادش، گفتش که آقا مثلا من پوزیشن دارم و اینا، میتونید بهش اپروچ کنید. ولی به نظر من شانس خوبی دارین. حالا من حتی یو آف سی هم میدونم که خیلی ها با الکتریک کار میکنن. بله خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب بریم سراغ سی وی بعدی. خب من دوباره میخونم، بذاریم ببینم. آره میخونم ببینم که کیا هستن. من واقعا نمیدونم چرا بعضی سی ویشون رو میفرستن بعد نمیاد. خب ناهید که تکان نیومده هنوز، آرزو، آرزو هم نیستش، محمد، محمد فکر کنم هستش. آره دیگه محمد یه دونه بود. بله خب بریم سراغ سی وی محمد. خب حالا مثلا چیز مهمی نیست، ولی فرمت شماره نوشتن میاد توی پرانتز، بعد خط فاصله داره مثلا بین حرفای یعنی ستای اول، بعد ستای دوم، بعد چهارتای آخر مرتب تر میشه. یعنی خب اونا که زنگ نمیزنن به اینا. بعد نهایتا higher education bachelor of کرمانشاه ایران. اوکی اینا مثلا، آها این تیزرز گرید. تیزرز گرید مهم نیست، توی ننویسی. من بودم نمی نوشتم چون خیلی چیز نیستش. بعد آها اینا هم که هایپر لینک که به صفحه گوگل اسکالر احتمال زیاد، ریسرچ اینترست داشت. مثلا من اگه بودم اینا رو میبردم جلوتر که هم ردیف بشن، مثلا زیر هم دیگه بیان. خب خیلی عالی. رشتتون چی بود؟ آها ماتریال سکیلز، تکنیکال اسکیلا. آها این کارم که محمد کرده خیلی خوبه، که مثلا من بیارم تصویر خواهم. آره. که مثلا اومده عنوان هدرش در واقع بالا نمیشه، زیر مجموعش گذاشته اینا. مثلا لب اسکیلا رو دیگه این موارد رو زیرش آورده، خیلی از جا بهتر استفاده میشه این دنیا. فقط مثلا نقطه که میتونم بگم این اف باید بزرگ باشه. اینا هم که استانداردان. خب اینا رو که من سهل در نمیاره اعتمال هم اوکی هم دیگه. بعد پابلیکیشن کانفرنسز. خب مثلا اگه پابلیکیشن ها کانفرنس ها جدا هستن که خدم پیپر جورناله، من بودم مثلا یه دونه هدر میذاشتم گفتم حالا پابلیکیشن ها کدوم، من کنفرانس ها کدوم، من مثلا زیر مجموعه مثلا یه دونه موضوع میذاشتم، بعد بعدش یه دونه دیگه میذاشتم مثلا در این کنفرانس بفهم، متوجه میشیم. ولی خب اونجوری مشخص شد. خیلی عالی. خب تاریخش آم 2023. اوکی experiences من احساس میکنم، آها من احساس میکنم که اینجا رو که مثلا شما نوشتین 4/2022، اینجا هم مثلا بنویسین چه ماهی شروع کردین، چه ماهی یک سال شد. خب ریسرچ اسیستنت ها که حالا اینجا یادین است، بعد تیچینگ اسیستنت کورسز. اوکی آها یه سوالی، چرا این دوتا کورس رو توی یه خط نوشتین؟ چون استادش یه نفر بوده رو این کار کردین؟ چون دوتا چیز متفاوته. اگه که جا دارین، یا جا دارین فکر کنم اگه دارین، به نظر من دوتا مورد بنویسین که بیشتر هم بشه. و حالا مثلا میشه این فاصله هم کم کرد که اینا بچسبن به هم، چون در ادامه شد دیگه یهو که فاصله افتاده انگار که مثلا یهو جدا شد. به نظرم خیلی خوبه و من بودم این کورس رو جداگونه می نوشتم، چون که سه تا تجربه تی ای داشتی، نه دو تا تجربه تی ای. تاریخش هم آره بود نوشتی. اینترنشیپ
آها چیه؟ جدا کردین دیگه؟ نه من موافق نیستم، به نظرم خیلی قشنگه همین الان. حتی من بایاسم چون خودم همین کار کردم، الان ریسرچ اسیستنت اینجا، تیچینگ اسیستنت هم اینجا. آها ولی نویسی رازی یونیورسیتی، بعد بنویسی مثلا اگه تهران مثلا بنویسی، آن بخوام کرمانشاه مثلا، لوکیشن اینجا، کشور اینجا، اینی که اینجا نوشتی بعد بیاد پشت اینجا، پشت یونیورسیتی، چون اینا در ادامه لوکیشن رو یه جا می نویسیم دیگه، راز یونیورسیتی کرمانشاه ایران. الان مثلا این که شرکت مثلا کرمانشاه پلیمر پلی پتروکمیکال کمپانی، پترو احتمالا نفت نبود، اگه اینو من جواب بدید، این شرکت شرکت نفتی بوده، پتروشیمی نمیدونم، ولی بله به نظرم راجب آمریکا یکم سرسخت باشین، چون اگه نفته که خیلی سخت میگیرم واسه ویزا، یعنی به نظر من واسه کانادا بیشتر اپلای کن اگه هدفتون آمریکا شمالیه، چون یکم بحثایی که به نفت و اینا آره آخه هست بشه یکم داستانه، چون کلا همه چی عوض میشه، یعنی مثلا اون تاریخ خب چی شده. anyway حالا فعلا کاری نداریم، اینم دوباره بعد این کرمانشاه ایرانه یا در ادامه اینجا توضیحات. اوکی languages، languages نمیخواد مثلا بنویسی upper intermediate و elementary و native، همون فقط بنویس Persian, English, French. بعد research and projects اوکی خیلی عالی قشنگه. awards ranked first in، آها 36 تا رو ننویس، چون که تو رو کمتر چیزی که بوده نشون میده، بنویس all students of bachelor. حالا کس فرش مهم، یعنی ننویسی بهتر، چون ممکنه که بین 200 نفر باشه یا بین 36 نفر باشه، اگه کسی پرسید بگو آره مثلا بین انقدر. دوباره اینجا هم لوکیشن رو بنویس که کرمانشاه ایران. ranked second in the regional stage of the student olympiad. به نظرم اینجا رو مثلا میتونی بیشتر توضیح بدی، مثلا اگه تم داشته المپیاده یا حالا هرچی، references هم available upon request. حالا این کامنت های من به نظرم خیلی خوب نوشته بودین و خیلی کار خوبی کرده بودین، حالا اگه خود سوال داریم بپرسین، فکر کنم یه سری توی چت کامنت داشتیم. اوکی اگه سوال داریم بپرسین، اگه نه که بریم سراغ سیویه بعدی. اوکی من چیز خاصی نگفتم، من گفتم که خیلی خوب نوشتین، اگر که سوالی ندارین برای گریت را گفتین فکر نشه. آها گفتم که اینجا تعداد رو اگر ذکر نکنیم بهتر، چون 36 عدد زیادی نیستش و خیلی به چشم نمیاد. این هم که گفتم گرید رو میتونین ننویسین، چون تیزرز گرید بچلر خیلی چیز چالشی نیستش معمولا و معمولا کسی نمی نویسه، همون جی پی ای کافیه. حالا اگه ازتون خواستن موقع میتونیم بهشون بگی، چون بی خودی یه خط اضافه چیز شد. حالا باز میگم اینا سلیقه‌ایه. متن ایمیل حالا ببینیم چی میشه. آره احتمال زیاد کنم از یه ویدیو درست بکنم مفصل، چون خیلی طولانیه خود متن اولیه ایمیل هستش، متن ریمایندر، متن وقتی که الان به استاد بگی آقا من فهمم بر من تمپلیت فرستادی ولی بیا جای منو بده، و راجع به مصاحبه هم میخوام بذارم و اینا، چون دعا کنیم من به تزم برسم. خب بریم سراغ سی وی بعدی، نیم ساعت هم وقت داریم. آرزو همچنان نیومده فکر کنم. یس و فائزه، فائزه فائزه همین فیفی هستی؟
اوکی خب بریم سراغ رزومه فائزه. های اسکول تو قطعا پاک کن، قطعا نیاز نیستش. بچلر الکتریکال انجینیرینگ خب خیلی عالی. اینا مثلا دوباره من مشکل دارم فال، در اینجا هیچی نیستش، اینجا هم هیچی نیستش، احتمالا پایین تر دوباره داریم. همینجوری هم ماهه اصلا. برای اینا رو درست کن. بعد جی پی ای تو نوشتی ببخشید من، چون من دیروز حتما جای سرد و سرما خوردم، سرما خیلی بد شده. خب ادوایزر این فائزه کاملا کانفیدنشالی رو رعایت کرد، ادوایزر دکتر وان. خب بعد ریسرچ این کرستا هلسکیر روباتیکس ریهابیلیتیشن. خب شما که اپلای کن همجایی که من هستم، تورنتو ریهاب اینستیتوت. بایومدیکال انجینیرینگ قبول داریم، مثلا خیلی میتونه چیز نباشه، میتونه خیلی ریسرچ اینترست نباشه. من بودم مثلا 4 تا می نوشتم ریسرچ اینترست، ولی خب 6 تا هم اوکیه. حالا مثلا میتونید با همون کاری که گفتم، یعنی واسه هر استادی عوض بکنید ریسرچ اینترست رو، که حالا یکی دو تاشو عوض بکنید دیگه، مثلا یهو همه چی تغییر نکنه دیگه، چون واقعا میخوای بری کار کنی اونجا. و اکسپریانسز ها اول ریسرچ رو بیار، بعدش تیچینگ رو بیار، چون ریسرچ خیلی مهمتر تیچینگ واسه پی اچ دی یا دایرکت یا حتی مسترز ریسرچ بیس. بعد توتوریال و تیچینگ اوکی، ریسرچ اکسپریانس ها، ریسرچ اسیستنت تی اینجا under the supervision of Dr. 1 و Dr. 3 working as an. خب اینم خیلی قشنگه. اوکی خب الان مثلا برای قسمت سوم که نوشتی اینترن بودی، خب اینترن ریسرچ اکسپریانس نیست دیگه، درسته؟ پس میتونی یک پارت سوم اضافه بکنی، اول ریسرچ اکسپریانس، دوم تیچینگ اکسپریانس، سوم مثلا تکنیکال اکسپریانس یا مثلا اینترنشیپس. برای اینترنشیپ رو بذاری زیر مجموعه، چون که این خب ریسرچ نیستش، درسته؟ یعنی اینترنشیپه. این هم از این. بعد میریم توی اسکیلزا، پایتون، سیمولیشن اند دیزاین، سافت اسکیل ها، خیلی قشنگه، عالی. آیلتس هم که قرار بدی، ماکت رو نمیخواد بنویسی، اوکیه، نیاز نیستش اصلا. اینم فرنچ هم به نظرم نیازی نیست بنویسی که چطوریه، ولی بنویسه اشکال نداره. ولی من خودم خیلی موافق نیستم که مثلا بنویسم پایتون مثلا اکسلنت هم توش، یا اینکه مثلا بیگینر هم توش، اینا به نظرم خیلی چیز نیستش. اما چه جالب با پیشنت استروک کار کردی. خب من پیشنهادی که به تو دارم اینه که بزنیم نور کم زیاد کنم، اینه که حتما اینجایی که بهت میگم و سرچ کنی استاداشو، یه جایی به اسم کایت، همون جایی که من خودم دارم کار میکنم، کایت مخفف Knowledge, Innovation, Technology and چیزی for everyone، توی TRI Toronto Rehab Institute. من اینجا هم و این که کلا بحث ریهابیلیتیشن و مثلا AI توی ریهابیلیتیشن و استادایی داریم که دقیقا با بایوسنسر و اینا دارن کار میکنن. برای اینکه به نظرم اگه کانادا رو دوست داری، البته یعنی خب جای دیگه هم هستش، میتونی بهش فکر بکنی، چون که در اون پیشنت های ستروک و کاردیاک هم ما کار میکنی، حالا پیشنت های دیگه هم داریم. ولی خب بعد مثلا الان اینجا ویرگول داشته، دلیل اینکه دیپلوید دیش بزرگ شده رو متوجه نشدم، اینه یکم هفته اولش یکم باید درست شه اینا، یعنی اگه همش قرار بزرگ باشه بس همش بزرگه، مثلا بس یعنی این مدل هم باید بزرگ باشه، دیسکت هم باید بزرگ باشه، اگه همش قرار کوچیک باشه همش کوچیک باشه، اینو رعایت کن حتما. بعد بقیهش هم خیلی خوبه، خیلی خوبه، آفرین. کورسز و سرتیفیکیتس رو گذاشتی، آفرین. فقط این که اینجا ما A پلاس هم داریم، وقتی می نویسی A انگار که تو A پلاس رو حساب نکردی، پس نورمال مثلا بنویس A+.
یعنی که حالا اگه نیاز نیست این همه کورس ننویسی، خیلی زیاده دیگه. مثلا بیسیک پروگرامینگ رو به جای اینکه اینطوری بنویسی اینو پاک کن، خب اینو بنویس پایتون پروگرامینگ مکتب خونه، چون حالا اونا که متوجه نمیشن بیسیکش باید بندش فرش برم خودم رو گذرمدم، و بیسیکش هم خیلی خوبه، یعنی خیلی به معنی نیست، جادیه دیگه، خیلی به معنی نیستش که مثلا بلد نیستی. پس اینو به نظرم بکن یه خط همون، فقط بکن پایتون پروگرامینگ Honors Awards Able Professional. اوکی. چند صفحه؟ 3 صفحه. خیلی خوبه. آفرین. آفرین. شما حتما موفق میشید. سوالی داری فایزه؟ خواهش میکنم. آها. جی پی ای کلت؟ آها. جی پی ای 68 واحد اخیر تو انقدر. ببین این داستانی که وجود داره اینه که معمولا مینیموم جی پی ای که هستش اینه که میگن بالای 3 باشه. خب تو جی پی ای اوردی بالای 3 هست و رزومت خیلی خوبه، یعنی آنستی رزومت خیلی خوبه، حتما میتونی اینو داخل اسوپیت کاور کنی. یعنی اصلا اسوپی داستانش چیه؟ اسوپی داستانش اینه که یک فایلیه که تو میتونی متن بنویسی و توجیه بکنی که چرا میخوای این رشته بیای، چرا این دانشگاه میخوای بیای، اگه استاد داری با کدوم استاد میخوای کار بکنی، و خلاصه این که چجوری مثلا میتونی توجیه بکنی که آقا مثلا من اگه که معدلم سال اول دوم اومد پایین به خاطر فلان مشکل، مثلا فلان مشکل احساسی رو داشتم، مثلا حالم بد بود، مریض بودم، هر چیزی. در این همین هم من فکر میکنم که توی SOP توضیح بده و اگر که استاد ازت پرسید هم بهش بگو که آقا مثلا فلان جریان بوده، به این دلیل من سال اول و دوم و مثلا اول هر موقعی نتونستم خوب درس کنم برای امتحانات، ولی من جبران کردم و پروژه هامو کار کردم. به نظر من نمیخواد بیاری داخل سیویت، چون که بچه ها راست اینو من بگم، کار خیلی قشنگ که فائزه کرد اینه که وقتی که معدل کلتون پایین تره، جی پی ای که می نویسیم میتونه جی پی ای مثلا 2 سال اخیر یا مثلا یه تعداد واحد اخیر باشه. این کمک میکنه که اونا رو اوکی بکنه. آره برای همشون ویدیو میذارم. من فقط این سمستر خیلی خیلی سرم شلوغه، من حالا نمیخوام تو ویدیو بگم ولی خیلی زیاده، واقعا نابودم. ولی آره حتما میذارم، یعنی به ترتیب میخوام برم جلو. الان ویدیویی که گذاشتم واسه رزومه گذاشته بودم، بعد واسه بحث کلیات اپلای گذاشته بودم، امروز میخوام اگه خدا بخواد ویدیوی استاد پلکن رو ریکورد کنم، بعد بریم سراغ بقیه بخش. خب اوکی اوکی سعی میکنم امروز اسوپی هم ریکورد کنم. آخه بعد فکر کنم راجبش که چی میخوام بگم، یا علیکی چرت و پرت نشه، ولی فکر کنم فایده جوابشو گرفت و اینکه نگران نباش. حالا اگه استادی هم پیدا کردی تو TRI به من بگو، با هم صحبت میکنیم، بهم ایمیل بده. خیلی خب بریم سراغ نفر بعدی. مهسا هستش؟ آره مهسا هستش. مهسا بیداری؟ میگه علائم هرسی نشون ندی، رد میشه ازت. نه مثل اینکه مهسا واقعا اسکرین و گذاشته ریپورت شد و رفته. خب بریم سراغ نفر بعدی. فاطمه آه جان هستی. هستم، پیام دادم، فکر کنم پیامم نیومد. خب باشه ببخشید. آره هستم هستم، خواهش میکنم. خب بریم سراغ CV مهسا یا هاورد پس School of Rehabilitation Science. خب شما حتما تیارای اپلای کن. ببین مهسا، ویدیوی لینکدین من نگاه نکرد، یه ویدیوی لینکدین گفتم که چطوری بریم و این عددهای آخر سر رو پاک کنیم که لینکدینتون خوشگل شه، و اینکه لینکدینتو بنویس و هایپر لینک کن که نخواهید لینک بذاری. خب اینو حتما درست کن، چون اینطوری خیلی آنپروفشنال میشه. اینم تو پرانتز میره، بعد اینجا خط فاصله داره.
خونتون هم که پاک کن آدرستون رو، الان هر ندم خونتون اصلا مهم نیستش آدرس خونه. اصلا یه چیزی که خیلی مهمه توی سی وی هایی که واسه آمریکا شما میفرستین اینه که یک عکس نباید باشه، چون که اصلا خیلی بده که شما عکستون رو بدین داخل سی وی یا رزومتون، یعنی هم سی وی هم رزومه. دوم مذهب، سوم نژاد، و چهارمم منطقه که تو زندگی میکنین، به خاطر اینکه نمیخواین آدم ها بر اساس اینکه مثلا شما تو ایران هستین بخوان قضاوتتون بکنن، یا اینکه آره سنم هستش، یا اینکه بر اساس قیافتون، بر اساس اینکه شما مذهبتون چیه بخوان شما قضاوت بکنن. و حالا تو میکنن، ولی خب بالاخره تئوریشونه که این کار نمیخوام بکنن. نگم من خیلی استادا رو میشناسم که به خاطر اینکه بچه ها داخل ایران هستن به شما پذیرش نمیدن، چون میگن ویزاشون طول میکشه. حتی کانادا نه، آمریکا بیشتر اینطوریه. خب بچلر، بله. خب شما های اسکولتو پاک کن، های اسکول مون بچه های اسکولتو رو ننویسیم به خدا، نمیخواد. ریسرچ اینترست اکسپیرینس میگم که ایجینگ. خب اینم اسش باید بزرگ باشه، نوروساینس انش باید بزرگ باشه اگه اینجا پروسسینگ پیش بزرگه. اینا هم یه پولس بذار که خوشگلشم. ریسرچ اسیستنت بودی، اوکی. به نظرم اینجا توی ریسرچ اسیستنتشیپت یه توضیح دیگه ای هم بنویس که دقیقا چی کار کردی، چون که میدونم که تو فقط بستر داری و زیاد کار نکردی، ولی مهارت تو، هنر تو تو اینه که اون کار کم که کردی هم زیاد نشون بدی و زیاد راجبش توضیح بدی. در همین به نظرم راجب این یکم توضیح بده، مثلا بنویس که ما توی تیم کار میکردیم، من وظیفم این بوده، من با همچین کسایی کار میکردم، تا الان داریم یه پیپر مینویسیم و حالا موضوعش هم همچین چیزی هستش. یعنی قشنگ یه جوری بنویس که انگار تو خیلی کار کردی. ریسرچ پروجکتس، ریویو آن ده افکتس آف، یه لحظه ببخشید. خب اینم که under preparation، نه من دادیه که میدونم این prep این preparation آرتیکلش هم میتونیم پاک کنیم. سوپروایزر گذاشتی، اوکی. حالا اینا هم بر اساس اینا پیپر دیگه، اونجور که نفهمیدم دیگه این ریویو پیپر، اینی که هم که حالا نم اورجینال یا هر چیزی که هستش، اینا هم بعد چیز بکنیم، مثلا سعی کن مثلا بچه ها بنویسی که اسامی رو نوشتن، بعد حالا عنوان رو نوشتن، بعد تحت عنوان پابلیکیشن. پراجکت هم با جیه، بعد پریزنتیشن، ریویو آن ده. منظورت از این پریزنتیشن چی بوده؟ یعنی پوستر پریزنتیشن بوده؟ فاطمه جان، این تز دوران کارشناسیمه، یعنی اصلا مقاله نیست. اون پروژه‌ای هم که بالا نوشتم، گفتید اسامی بنویسین، آها. یه واحدی ما داشتیم توی کارشناسیمون که فقط یه تز می نوشتیم و اونو توی دانشگاه باید پرزنت می کردیم. اونه خب که پس نوشتم. آها خب پس یعنی این دوتا یکی هن، درسته؟ بله. خب پس بنظرم یکی شو بذار، یعنی دوتا شو نذار. مثلا میتونیم توی ریسرچ پراجکت سات اینجا مثلا بنویسی پریزنتیشن، بعد بنویسی که دو نقطه مثلا a review on follow. آره یعنی دقیقا همین رو مثلا بیاری بالا بنویسی که یه بار سیک بشه. اوکی، مرسی. اگه شد توضیح هم مثلا یکم بنویس که مثلا بنویس که تیزز بوده و این شکلی. خب کلینیک آن اینترنشیپ اند ورکشاپ اند ورک اکسپریانس اینترنشیپ. اوه کوفاندری، ماشاءالله.
experiences. ببین به نظرم سیویت خیلی خوبه، ولی خوبه که یه جور دیگه یعنی دوباره نوشته بشه، یه سری قسمت ها باید با هم دیگه میل بشن، یه سری قسمت ها خوبه که جابجا شن. مثلا الان دوباره به نظرم ریسرچ اینترست که اومد، بعدش اسکیلا رو بیار. من کوچیک کردم که اسم هم ببینم، اسکیلا رو بیار، بعدش سری بار سراغ اکسپریانس ازاد. حالا اکسپریانس ازاد دیگه ریسرچ اکسپریانس بود، بعد تو ورک اکسپریانس خیلی خفنی داشتی به نظرم، ورک اکسپریانس بود، بعدش برو سراغ پراجکت داد. آها، بعد توی اکسپریانس دادم قطعا برای ریسرچ اکسپریانس اول باشه دیگه، چون ما میخوایم برای پوزیشن هایی که ریسرچ بیسن اپلای کنیم. این هم که گفتیم بیار بالا بذار، بعدش میریم چی آنرز اوارز، بعد کورس ها، بعدش هم که رفرنس ها. رفرنس هم سه تا بنویسی کافیه و به نظرم رزومه خیلی خوبی داری، قطعا موفق میشی. ممنونم عزیزم. فقط من یه سوال بپرسم، من تی ای هم بودم، حالا توی این رزومه هم ننوشتمش فعلا، اینو تو کدوم قسمت بنویسم؟ بعد از ریسرچ اسیستنت بنویسمش یا مثلا کجای رزومه باشه؟ به نظرم تو هم یه سکشن باز کن، خب experiences، بعد اول بذار research experiences، حالا میتونم RA research assistantships که مثلا research experiences، بعد بذار teaching experiences، بعد بذار work experiences، بعد internships. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی شما اپلای میکنی یا فاند RA میگیری، خب که یعنی ریسرچ اسیستنت میشی، یا فاند TA میگیری که تیچینگ اسیستنت میشی، بر اساس این مهارتهایی که داری ورک اکسپریانس هم مهمه، چون میخوای بری کار بکنی اونجا، و TA بودن هم درخشون اینترنشیپ رفتن هم کمک میکنه که نشون بدی آقا من بلدم کار بکنم. پس اینا به نظر من اهمیتشون دقیقا همین شکلیه و خوبه که اینطور بنویسی. میگم باز همه اینا سلیقه یا، ولی خب من خیلی سی وی نگاه کردم، خیلی خوندم، به نظرم این چیز خوبیه. دیگه سوال نداری؟ ممنونم عزیزم. فقط اون بالا که اون آدرس رو گفتیم پاک، اون آدرس دانشگاه، یعنی اونم اون هم ننویسمش؟ کافی. نه، آره نیاز حالا نیست. هم دانشگاه کافیه. خب اوکی، خب بعد فائزه یه سوال دیگه پرسه، گفته که از رفرنس هنوز دقیقا نگفتن که جواب میدن یا نه. بنویس، اشکال نداره، اگه خواستم بنویس. و اینکه سه تا بنویسی کافیه، معمولا به استاد ایمیل نمیزنن، ولی خب اگه خواستن ایمیل بزنن بهت خبر میدن. معمولا تو بنویس حالا اسمشون رو، ایشالله که میدن. بعد اوین گفته که بس هم شدن، میشه در مورد ریماندر توضیح بدین؟ فکر نمی کنم اصلا برسی، من یه سری سیویه دیگه مونده، مثلا میکنم سریع برم سراغ سیویه بعدی که برسیم. خب فاطمه خالقی هستش. بله سلام. سلام فاطمه. خب آها، اول از همه فاطمه جان، شما توی پاسپورتت اسمت اچ داره یا نداره؟ آره تو پاسپورتم اچ داره متاسفانه. خب پس اینجا هم حتما دوره بنویس، بذاره باشه. چون پذیرشی که میگیری بر این اساسه، بعد یهو داستان میشه واسه هم سر ویزا هم باشه. سر پورت. آره، باشه. یعنی که برو پاسپورت رو عوض کن. پاسپورتم که میخوام عوض کنم، چون مهلتش 2 ساله، مهلتش مونده 2 ساله. بعد من نمیدونم از چی کار بکنم، گفتم که حالا فهم آزمون آیلتس پلیس هم بدم، سلوه ده مجبورم. برده. آها، قبول میکنن مثلا اینکه عوض نمیدونم کنی نمیدونم، من که چون خیلی کار حساس بشه؟ بودم اصلا همون اول میگفتن که نه اچش پاک کن، ولی نمیدونم، میتونی مثلا بهشون بگی، بگی که مثلا من کلا همه جا که چیز کردم
اچ نداره، و خب تو جیمیلت هم اچ داره دیگه، اینم حواست باشه دیگه. بعد آره ولی آره اینو ببین، اگه شد که کلا همه جا رو عوض کن، چون فکر کنم الان آیس هم که ثبت نام کردی بر اساس اسم پاسپورتته، آره بعد دقیقه، یهو مسیح پاسپورتم شده. آره، نه حالا اشکال نداره، ولی اینا رو چیز باشه که یکسان باشن، در مرد داستان نشه، چون مثلا بعضی از بچه ها هستن، بعد مثلا طرف پسفند داره فامیلیش، بعد پسفنده رو نمی نویسه، همه چی هم اوکی پیش میره ها، پیپرهایی که چاپ میکنه یه سری از کسایی که کواتر هستن پسفند رو نمی نویسن، بعد توی گوگل اسکالرش که بریم بعضی از پیپراش با پسفندشه، بعضی از پیپراش بدون پسفندشه، و وقتی که مثلا میخوای برای یه سری کارا مثل NIW برای گرین کارت اپلای بکنی داستان میشه، برای اینکه توضیح بدی که آقا مثلا این خود من هستم، فقط پسفندم اونجا ننوشتم. آره اینا واسه همین میگم. خب سیویل انجینیرینگ های اسکولم رو پاک میکنم. آقا فاطمه جان، من خیلی یعنی اول پاک کرده، بعد خیلی من گفتن که نباید پاک کنه چون دانشجوی لیسانسی هیچ دو نفر تجربه دیگه نداره، بهتره که باشه. حالا نه من حذفش کنم. من آره هست کن اینجا بنویس higher education اگه مثلا کسی چیزی گفت، اوکی. حالا من دقیقا همین کار کردم، مثلا بعضی هم میگن که بعد دو مقطع آخرت رو بنویسی، در صورتی که واقعا اینجا مثلا کسی که پست داک داره دو مقطع آخرش رو بخواد بنویسه، پس نه بچلرش رو بنویسه، اینطوری نیستش. ریسرچ اینترست ها خیلی زیاد، ریسرچ اینترست ها کم کمش کن، باشه چشم. چهار تا بذار مثلا واسه استاد به استاد عوض کن، بعد پولم تو اینه ریسرچ اکسپیرینس. این ریسرچ اکسپرینس بالایی یا خودم تو تابستون انجام دادم، چون فارغ التحصیل شده بودم، خودم بعد ماشین لرنینگ یاد گرفته بودم، بعد دیتا هم داشتم، شروع کردم به انجام دادن این کار. خودم هنوز استاد خاصی نداشتم، میخواستم همین خالی گذاشتم جلو شد ریسرچ پروژکت پس میشه این. ریسرچ پروجکت میشه. آها آره اوکی. یا مثلا پروژکت خالی، بعد مثلا خیلی یعنی چیز خیلی قشنگه، منتها پروژه است، یعنی پروژه‌ای که حالا خودت کار کردی، بعد اوکی. اونم بچلرش رو پاک کن، ریسرچ اسیستنت، بعد ریسرچ اوکی. اسیستنت مثلا under the supervision of، یا مثلا سوپروایزرت مثلا این بوده، بعد تایتل تیزز. ببین آقا این تز چیزته نه؟ تز کارشناسیته؟ بله، ده کارشناسیمه. خب اینو مثلا ارائهشم جایی ننویس، کلا اینجا رو بذار پراجکت، خب اینجا رو بنویس پراجکت چون دوتاشون پروژه است، بعد کاری که میکنی اولیش سامر 2023، اینی که اسپرینگ 2023، اوکی منطقیه. خب مثلا برای اولیه میتونی بنویسی تایتلش رو بنویس اول، که تایتلش هم نمیخواد بنویسی تایتل، مثلا بنویس همین examining فلان different methods of traffic flow، اینجا هم تایتل رو ننویس اول، یعنی بنویس چی، بنویس the effect of، بذار من هایلایت کنم مشخص شه، the effect of فلان، بعد زیرش یه خط دیگه بذار مثل وقتی که داری مثلا آدرس می نویسی، بعد زیرش اینی که رو بنویس مثلا سوپروایزر هم هست پروفسور فلانی، بعد اون دانشکده رو بنویس، چه دانشکده ویرگول دانشگاه ویرگول بعد ایران، بعد اوکی. سوپروایزرت رو بنویس، بعد به جای تیززم توضیح پروژکت رو بنویس، مثلا هم بنویس کیچی ننویس، بنویس اینتلیجنس فلان، میدونی منظورم چه؟ منظورم اینه که آره. تو به اینا به چشم یک پروژکت نگاه کن که هر کدوم یه سری زیر مجموعه داره، چون وقتی مینویسی مثلا تیزز یکم چالشی به نظر میرسه، یه کاری که میتونی بکنی هم اینه که توی ایژوکیشنت نوشتی از بس اینا هستن، همین توی ایژوکیشن هم میتونی اینجا سوپروایزر تو بنویسی، آها اوکی. اینجا هم میتونی بنویسی. آره پس به نظرم اینو میشه فیس کرد. بعد آکادمیک پروژکت، خب مثلا ادامه اون پروژه ها اینا هم اضافه کن، بعد تیچینگ اسیستنت تیپت هم که گذاشتی، مثلا الان اینجا یه عالم فضای خالی داریم، خب اگه مثلا میبینی که اینجا نمیشه
یه ویرگول بذار بچسبون بهشون که مثلا توی یه خط بیان که این فضا خالیه اینجا ایجاد نشه یه مثلا پیوستگی از بهتر. بعد استادات رو هایپرلینک بکن به گوگل اسکالرشون یا حالا هر وبسایتی که دارن که خفن‌تر به نظر برسه. و اینکه واسه این پروژه هایی که انجام دادی که یه عالم پروژه است، اینا خودتی دیگه فاطم، آره دیگه خودتی دیگه، اسمو نمیخواد آره، بنویسی دیگه، نه مثلا واسه پروژه بود یا پیپر. بچه های کلاس انجام بدیم، مثلا چند نفری بودیم، مثلا اسمشون هم نوشتم، مثلا اونایی که باشون انجام دادم. ببین واسه پیپر ما اسم چیزو می نویسیم توی لینکدین، آها هم مثلا پروژه می نویسیم، کلا وقتی که این فرمت رو می خواهیم بنویسیم برای پیپره. یعنی مثلا دیگه نمیخواد اینا رو بنویسی، و اینکه حتی توی پیپر هم تاریخ آخرش میاد، این تاریخ وسط نمیاد، یعنی اول اسامیه، بعد اسم پیپره، بعد اگه جورنال باشه اسم جورناله، بعد تاریخشه، دی او آی که داره اون پیپر. پس اینا هم بنظرم ادیت کن. حالا مثلا فکر کنم سی وی بچه های دیگه هم موسیقی یکم دستت اومد، سافتور اند پروگرامینگ اسکیلز، خب اینا من گفتم تیکا که هیچی، اینا هم توی یه خط جا میشن، بیخودی نمیخواد جا بگیریم. بعد پایتون دیکشنری هایی که بلدی رو به نظرم لیست کن، خیلی کمک میکنه. مثلا پایچارم خیلی شده، ولی مثلا پایچارم و نامپای و پانداس و اینا رو بکنم خیلی بلدن دیگه. اینا رو مثلا آره. in the process of learning، خط قرمز نه اصلا ننویس نو. خیلی تو بعد بگی تو آقا من بلدم، من خیلی خفنم و من بلدم، حالا میان یاد میگیری. بعد اکسل 100% ننویس، مایکروسافت آفیس 100% ننویس، چون وقتی که اینو مینویسی، این ویرگول هم که اضافه است، وقتی که اینو مینویسی داری خودت رو میبری پایین تر، چون داری میگی که به نظر من مایکروسافت آفیس چیزیه که من باید ذکر بکنم، اینو یاد نره. بعد تست سکورز، خب اگه ندادی این دوتا رو که ننویس دیگه، حالا ایشالا زودتر بری، ولی اصلا میدی تا اون موقع، الان اکتبر دیگه آخر الان سال داری. موضوع اینه که الان تور الان آیرس تو ایران بستم، من منظورم ترکیه آزمون بدم برای مثلا، آره بستم، من منظورم من ترکیه آزمون بدم، بعد برای 20 نوامبر نوشتم چون دیگه وقت نبود، این جای دیگه همین اصلا پر شده بود. اوکی، اصلا ننویس اینا رو، تو واسه ددلاین میخوای آیلتس تو، تو اگه میتونی صحبت بکنی، متوجه حرف استاد میشی، دتس اوکی، نمیخواد دیگه بری سراغ این که حتما نو رو بنویسی. هر موقع نمرت هم گرفتی این جلو یه پرانتز باز کن، مثلا بنویس آیلتس مثلا 8، انشالله 8 بگیری. بعد جی آر ای هم خب نهادی هنوز دیگه، پس ننویس، چون مثلا مینویسی داری خودتو زیر سوال میبری، در واقع داره یه جای خالی به طرف داره یه چیزی میدی که سوال کنه که خب چرا هنوز نداده، پس کلا اصلا منشنش نکن. ریلوانت کورس ورک ها رو گذاشتی، اینا هم به نظرم آخه یارو چجوری بهت 1970 اینجوری هم دیگه اصلا، یعنی خوششون نمیاد نمره کامل بدن، میگن حالا که اینا آره رو به نظرم اینا رو نرسم، 4 از 4 اینا خوشگلترن. بابا این اوکی. 4 چجوری چرا 19 و نیم کردی 3 و 93 تقسیم کردی؟ نه توی اون تبدیل جی پی ای ها دیدم نوشته بود که آره میشه 3.93، میشه 4، بابا میشه 19. بین 16 تا 20 میشه 4. آها اوکی. آره، این هم مثلا بنویس، نمیدونم این راست میگه 3 و 11 میشه، ولی آره این هم 4 از 4، کسی نمیپرسه که بزار من از کانادا میدازم بیرون. بعد رفرنس هم که 3 تا بنویسی کافیه دیگه، نمیخواد زیادتر بنویسی، همین. به نظرم اوکی. حتما دوباره بشین بنویس، چون که خیلی حتما. جای کار داره، مثلا اینجاها خالیه الان، یه سری بعد با هم دیگه مرج بشن و این شکلی، یعنی بوردر هم نمیخواد بذارین، نیاز نیست واقعا بذارین. بعد فاطمه جان یه سوال، من الان خیلی از استاد اینجوری شده بهشون ایمیل که میدم، مثلا به هم میگن که آره خب آخر نوامبر بهمون ایمیل بزن، دوباره باید مصاحبه باید زوم داشته باشیم، الان نمی، بعد به این استاد امیدی هست واقعا، یعنی مثلا به آخر نوامبر بهشون دوباره ایمیل بزنم قبول صد میکنن و شما؟ درصد آره، به خاطر اینکه خیلی از اساتید الان مثلا یا مسافرتن یا اینکه فاندینگشون هنوز مشخص نیستش، یا اینکه الان تازه تازه خب یه ماه کورس شروع شده دیگه، یه سری درگیر کورس ها، یه سری هنوز درگیر نم که دانشون میخوام بگن اصلا یا نه،
من که قطعا امید هستش بهشون، و اگه کسی بهت مثلا عنوان اینترویو یا مثلا میتینگ رو میگه بهش خیلی امیده، به خاطر اینکه خب اون طرف میخواد که باهات صحبت کنه. این حتما بعضا دریاب، یعنی کسی بهت گفت اینترویو نترس، حتما باهاش صحبت کن. من اصلا کاری که میکردم هم طرف بهم میگفت آقا من پوزیشن ندارم، میگفت باش خاله اصلا بیا با هم دیگه میتینگ داشته باشیم حالا. بعد خیلی خوبم به خاطر اینکه بعضیاشون وقتی انرژی تو رو میبینن تو رو به یه سری دیگه معرفی میکنن، و خب تجربه تو هی میره بالاتر توی صحبت کردن با یه نیتیو. اینو به نظرم حتما دریاب. بعد این سوال دیگه، الان مثلا برای کامل برای آمریکا فقط جواب دارم، این استاد همینا بهم میگه، اما برای کانادا استاد اصلا جواب نمیدن یا تمپلیت میفرستن. الان خب برای کانادا مثلا این تمپلیت ها رو من مثلا بهشون اینجوری جواب میدم که خیلی ممنون که جواب دادید، آیا با توجه به رزومم به نظر تو من شانس دارم که مثلا من پذیرش بگیرم؟ و بعضیشون خیلی جواب نمیدن. خب مثلا از من هیچ برای کس نپرس، از هیچ نپرس کس نپرس که آیا من شانس دارم. وقتی کسی به تمپلیت جواب میده، در واقع تمپلیت نه، بهت که جواب میده که تو متوجه نیستی آقا این داره من تمپلیت میده یا یعنی اینکه واقعا داره میگه که اپلای کن. وقتی کسی بهت همچین پیامی میده، چیزی که بعد بهش بگی اینه که تشکر میکنی، بعد بهش میگی که میدونم که سر شلوغه و اینا، ولی دوست دارم که اگه بشه اوور مثلا آنلاین میتینگ با همدیگه میت بکنیم و من راجع به بکگراندم و توضیح بدم و با ریسرچ شما بیشتر آشنا بشم. در واقع فقط ازش یه تایم میتینگ کوتاه میخوای، مثلا حتی 30 مینت هم خوبه، یه تایم میتینگ کوتاه میخوای واسه اینکه باهاش صحبت کنی و اون قیافه تو ذهنش بمونه و بدونه که داره با کی صحبت میکنه. و به نظر من اینترویو خیلی گیم چنجینگه. به جز اینترویو، اینترویوی که تکنیکال باشه، بهت طرف پروژه بده، بهت تکلیف بده، خیلی خوبه. درسته که خیلی کار میبره، ولی اکثرا منجر به پذیرش میشه. اینو پس به نظر من کانسیدر بکن. و اگه کسی بهت گفتش که آقا مثلا به هم ایمیل بده دیرتر، به اون ایمیل بده، به 1000 نفر دیگه هم ایمیل بده تو همزمان. یعنی تو تا وقتی که نامه پذیرش دستت نبوده، ویزا دستت نبوده، بعد ایمیل بزنی. حالا شاید به باشه. نظرت آنفیر باشه که یه پذیرش داشته باشی ولی سراغ پذیرش های دیگه هم بری، ولی آنفر بودن اینه که ما در ایران به دنیا آمدیم. بله متاسف. یه آیه آزمون آیه سو کنسل میکنه. چی بگم من انقدر اصلا وقت خورد شده. نه بابا اشکال من بعد یه سوالی ببخش وقت بعد شما میگم شرمنده. یه سوال برای جی آر ای، میگم میدونم که تافل آیلتس هوم ادیشن قبول دارن، اما جی آر ای رو اگه ما هوم ادیشن بدیم قبول دارن؟ نه جی آر ای هم قبول دارن هوم ادیشن؟ نمیدونم، فکر نمی کنم، ولی کلا هوم ادیشن هم همش تقلبه، یعنی تو ایران ها. واسه همین مثلا من اگه بخوام برم ترکیه، مثلا من میام 21 نوامبر برم، بعد یک دانشگاهی که مد نظرم هست اوسش جواب هم داده، اپلیکیشن 3 دسامبر بسته میشه. و من گفتم خب حالا من که تو این سهول برای آیرسم، خب مثلا جاری به هوم ادیشن بدم اینترنتی بدم که راحت تر باشم. ولی جی گفتم آر ای میخواد دانشگاهی که میخوای اپلای آره کنی. ده یه جاری میخواد، آره واشنگتن جاری میخواد. من خودم چون جی آر ای ندادم نمیدونم، ولی میتونی مثلا تو گروه، چون یادم که پرگار یه عالمه گروه داشت، گروه جی آر ای هم داشتش، میتونی مثلا از بچه‌ای که جی آر ای دادم بپرسی. ولی اونم حالا هر بهت گفت حرف همه گوش نده، حرف همه رو بشنو، خود تصمیم بگیر کدوم درسته. یا اینکه عاقلانه ترین کار اینه که تو به دانشگاه ایمیل بزنی، به گراد آفیسشون بگی که آقا مثلا من میخوام جی آر ای هوم ادیشن بدم، آیا اوکی یا نه. و اونا تنها کسی هستن که جواب درست رو میدونن، چون مثلا بعضی جاها ممکنه قبول داشته باشن، بعضی جاها ممکنه قبول نداشته باشن. و خب دانشجو هم مثلا ماها به کسایی که تو اپلای هستن بر اساس جذب دارن هی نظر میدن، برای همین نظرم بهترین کاری که از خودشون بپرسی. آها اوکی فهمیدم. مرسی فاطمه جان، ممنون، خیلی لطف کردی، خواهش میکنم. خب ممنونم. متاسفانه ما الان 1 ساعت بیشتر تموم شد و من مجبورم که برم و نهار درست کنم چون نهار نداریم. و اینکه امیدوارم که دوباره ببینمتون، احتمال زیاد دوباره برگزار میکنیم چون که هنوز زیاد کنم 3-4 تا سیوی موندش که نگاه نکردیم. و مرسی از اینکه اومدین. من حالا اینو الان ریکورد کردم و الان پازش میکنم و بسطونم میفرستم. و یه کاری که خیلی خیلی مهمه و خیلی واقعا بهتون پیشنهاد میکنم اینه که لطفا به CV بقیه رو هم نگاه بکنید همیشه،
و ببینید که ایرادای اونا چی بودن. و سیوی خودتون رو برای دوستاتون بفرستین، یعنی نیازی که از اون طرف اپلای کرده باشه، به دوستاتون بدین، برید که آقا اینو نگاه کن به نظرت اوکی یا نه. به عنوان کسی که حالا تو آکادمی هستش، تو برات راحت خوندن این سیوی یا نه؟ برای اینکه هر کسی یک سلیقه ای داره، ممکنه که اونجوری که من دوست دارم سیوی بنویسم شما دوست نداشته باشین و دست اوکی، به خاطر اینکه هیچ قانونی وجود نداره. و در نهایت هم این که امیدوارم که موفق باشین و خودتون رو مقایسه هم با کسی نکنین، چون واقعا اپلای خیلی شانسی و زندگی خیلی شانسی و آدمان میسازن. همین دیگه فعلا، پس خدا نگهدار. یوتیوب منم سابسکرایب کنید. خدا پس.